امروز راهنمایی فرزندان در دنیای مجازی و دیجیتال به اندازه دنیای واقعی اهمیت دارد. تأثیر تکنولوژی بر زندگی هر روز پررنگ‌تر می‌شود. این تأثیر روزافزون والدین را با نگرانی‌های روبرو کرده که از جمله آنها می‌توان به دسترسی فرزندان به محتوای نامناسب در فضای مجازی، تحت تأثیر قرار گرفتن سلامت آنها با استفاده بیش از اندازه از ابزارهای تکنولوژی و وابستگی زیانبار آنها به این وسایل اشاره کرد. کودکان رفتار والدین خود را تقلید می‌کنند و استفاده مناسب از تکنولوژی توسط والدین ناخودآگاه به کودکان آموزش می‌دهد که چه زمانی باید از فضای مجازی دور شوند و بین دنیای واقعی و تکنولوژی توازن برقرار کنند. در اینجا نکات مناسبی برای گروه‌های سنی مختلف را مرور می‌کنیم. کودکان زیر 2 سال. تا جایی که امکان دارد تکنولوژی را از کودکان زیر 2 سال دور نگه دارید. والدین دارای فرزند زیر 2 سال نباید زمان گریه و بیقراری کودک تلفن همراه هوشمند یا تبلت به او بدهند. این کار شاید باعث آرام شدن کودک شود، اما مغز کودک در 3 سال اول زندگی به سرعت رشد می کند و استفاده از تکنولوژی ممکن است این فرایند را با مشکل مواجه کند. کودکان 2 تا 5 سال. بهترین توصیه برای والدین در این دوره این است که در کنار کودک خود حضور داشته باشند و همراه او به انجام بازی، تماشای ویدئو و جستجو در اینترنت بپردازند. همچنین پدر و مادر باید فعالیت‌های دور از دنیای مجازی را با فرزندان خود افزایش دهند. در این محدوده سنی والدین می‌توانند قانون استفاده نکردن از موبایل و تبلت یا تماشای انیمیشن 2 ساعت پیش از خوابیدن و هنگام غذا خوردن را در خانه اجرا کنند. کودکان 5 تا 12 سال. کودکان در این محدوده سنی استفاده روزانه از تکنولوژی را ترجیح می‌دهند. این دور مهمترین زمان برای ثبات بخشیدن به عادات استفاده مناسب از فضای مجازی برای کودکان است. ابزارهای تکنولوژی را در مکانی از خانه قرار دهید که بتوانید بهتر بر چگونگی استفاده کودک از آنها نظارت کنید. در این سن با فرزند خود درباره فضای مجازی صحبت و او را آگاه کنید. مثلا به آنها بگویید که هرگز نباید اطلاعات شخصی، حساس و خانوادگی را در فضای مجازی منتشر کنند و هنگام روبرو شدن با آزار در فضای مجازی حتما این مسئله را با پدر و مادر در میان بگذارند. کودکان بین 6 تا 12 ساله ممکن است بخواهند موبایل شخصی داشته باشند، اما والدین باید پیش از خرید تلفن همراه برای فرزند این سوالات را از خود بپرسند. آیا او برای نگهداری از وسایل شخصی به اندازه کافی مسئولیت پذیر شده است؟ آیا او قوانین والدین در استفاده از تلفن همراه را در نظر خواهد گرفت؟ آیا می توان به او اعتماد کرد تا از متون، تصاویر و ویدئوها به شکل مسئولیت پذیر استفاده کند؟ فرزندان بین 12 تا 18 سال. فرزندان در این سن مایلند آزادی و حریم شخصی بیشتری داشته باشند، اما والدین هنوز هم باید مطمئن شوند که آسیبی آنها را تهدید نمی کند. پدر و مادر باید در حالی که به نوجوان خود اعتماد دارند همچنان ارتباط خود را با او حفظ کنند. نوجوانان با استفاده از تلفن همراه بیشتر در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می کنند. والدین می توانند ضمن برشمردن نکات مثبت این فضا نسبت به خطرات آن هم هشدار بدهند. همچنین پدر و مادر باید مدام به فرزندشان تاکید کنند که ارزش وجودی او به تعداد لایک ها یا انتشار تصاویر در فضای مجازی مربوط نیست. ایجاد اعتماد بین والدین و فرزند نوجوان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. والدین باید با فرزند نوجوان خود درباره دسترسی به تلفن همراه یا وسایل شخصی دیجیتال او صحبت کنند و به او بگویند تنها در صورت لزوم این کار را انجام خواهند داد. به این ترتیب ضمن ایجاد امکان نظارت درست، اعتماد میان پدر و مادر و فرزند از بین نمی رود.